میشل سلیمان رئیس جمهوری پیشین لبنان سال گذشته همین موقع از مقامش کناره گیری کرد از آن زمان تا کنون پارلمان لبنان 23 بار سعی کرده تا نمایندگان لازم برای برگزاری یک جلسه انتخاباتی را دور هم جمع کند که هنوز موفق نشده است بعضی ها آنقدر خواهان این صندلی لعنتی هستند که حتی حاضرن مملکت اینجوری بدون رئیس جمهوری بدون قانون بدون هرچی باشه رئیس جمهوری لبنان تا مدتها به دستور دمشق انتخاب می شد اما از زمان خروج سوریه از لبنان در سال 2005 در پی اعتراض های گسترده سیاست لبنان به دو اردوگاه تقسیم شده گروه های ضد سوری با حمایت غرب و عربستان سعودی و طرفداران سوریه به رهبری شیعیان حزب الله و ایران اونهایی که از قدرت کافی برای انتخاب رئیس جمهوری برخوردارن یا منتظر نوعی توافق بین ایران و عربستانن و یا تصمیم غرب برای تعیین رئیس جمهوری برای ما در حالی که در حال حاضر منطقه دچار نفاق شده تنش ها و رقابت های زیادی بین کشورها وجود داره و لبنان در اولویت نیست موازه رهبری در لبنان میان گروه های بزرگ مذهبی این کشور تقسیم شده است رئیس جمهوری باید مسیحی باشد نخست وزیر مسلمان سنی و رئیس مجلس شیعه اما فعلا در قیاب رئیس جمهوری که قدرت زیادی ندارد ولی نقش مهمی در صحنه بین المللی ایفا می کند فعلا اداره امور کشور به عهده کابینه است که بین گروه های مذهبی بزرگ تقسیم شده اما شکاف های قومی سبب شده تا از آن نتوانند قدم از قدم بردارند نه بودجه تصویب می شود و نه طرحی قانونی می شود این وضعیت در کنار بحران سوریه یمن و عراق سیاستمداران لبنانی را بیشتر در حالت بلا تکلیفی قرار داده و معلوم هم نیست که بعد از یک سال راه حل چیست نورا شاهسوان صدای آمریکا